درگیری در جریان مسابقه فوتبال در اهواز. مانور بمب‌افکن B-52 و ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن اعزامی به خاورمیانه. تلاش رژیم آخوندی برای اعزام گروه‌های جاسوسی و ترور به آلبانی در پوشش فعالیت‌های تجاری. در جریان برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های پرسپولیس و داماشه گیلان در ورزشگاه فولاد اهواز، تماشاگران خشمگین صندلی‌های ورزشگاه را شکستند و با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. خبرگزاری حکومتی ایسنا با عنوان پرتاب سنگ و صندلی به داخل زمین نوشت: تماشاگران با پرتاب سنگ و صندلی به داخل زمین و روشن کردن آتش اعتراض خود را اعلام کردند. پرتاب یکی از این سنگ‌ها باعث شکستن سر یکی از ماموران نیروی انتظامی شد. یکی از جوانان خشمگین عرب جلوی امام جمعه رژیم در شادگان را گرفت و به بیکاری جوانان و وضعیت بغرنج اقتصادی مردم این منطقه شدیداً اعتراض کرد. شیخ مجید اول 5 سنین تعال تو خبلی على كرتشارد السيد مازن قام بتمن قام بالحفوظ ما عدت بوسويه انت تقول من اليوم اول تقول فايل نايم حلقت بوسيانا شغلونا عمي عز الاخوان ابوك تقول السندار وين الله يلا تعال 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 به گزارش آسوشیتد پرس، نیروی هوایی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از انجام مانور ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن همراه با بمب‌افکن‌های B-52 در دریای عرب خبر داد. این ناو در ارتباط با تهدید مفروض رژیم ایران به خاورمیانه فرستاده شدند. در این بیانیه آمده است: در این مانور نظامی که روز شنبه برگزار شد، از جمله بمب‌افکن‌های بوئینگ B-52، جنگنده‌های FE-18 سوپر هورنت، هلیکوپترهای MH-60 سی‌هاک و ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن شرکت داشتند. مایک پومپئو عصر روز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با وزیر خارجه سوئیس گفت: چالش‌ها در ایران نه بر اثر تحریم‌های آمریکا، بلکه بر اثر 40 سال بی‌توجهی رژیم ایران به شهروندانش به وجود آمدند. چالش‌ها برای این به وجود آمدند که رژیم ایران از منابع برای خراب کردن زندگی مردمش استفاده می‌کند، از منابع برای پشتیبانی مالی از حزب الله استفاده می‌کند، از منابع برای جنگیدن در سوریه استفاده می‌کند. وی افزود: هر زمانی که رژیم ایران تصمیم بگیرد مثل یک کشور معمولی رفتار کند، ما مایل به گفتگو هستیم. ما آمادگی داریم بدون هیچ پیش شرطی وارد گفتگو شویم، ولی تلاش آمریکا برای به عقب راندن فعالیت شرورانه رژیم ایران و نیروی افراطی آنها ادامه خواهد یافت. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه اعلام کرد رژیم آخوندی در صدد اعزام جاسوسان و تروریست‌هایش به آلبانی برای ضربه زدن به مجاهدین است. به قرار اطلاع، سپاه پاسداران اخیراً یک هیئت تروریستی را در پوش تجاری آماده اعزام به آلبانی کرده است. رئیس این هیئت غلام حسین کاظمی از سرکردگان جنایتکار و قدیمی سپاه پاسداران و مدیر یک شرکت بزرگ مقاطع کاری به نام آسیاکار باختر در شیراز است. رژیم قصد دارد تحت نام این شرکت برای تروریست‌های نیروی قدس و وزارت اطلاعات در آلبانی ویزا و اجازه اقامت بگیرد. مقاومت ایران بارها تاکید کرده است باید به ملایان حاکم بر ایران نشان داده شود فعالیت‌های تروریستی این رژیم در اروپا و سراسر جهان عواقب جدی خواهد داشت. کارگران فضای سبز شهرداری کوتبدالله روز یکشنبه بار دیگر در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند.